با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. سلام دکتر، با منی؟ بله سلام، بفرمایید. وقتتون بخیر. خیلی خوشحالم باهاتون صحبت میکنم دکتر. منم همینطور، بفرمایید. من مشکل اضطراب خیلی شدید دارم و یه سری افکار جنسی اصلا توی ذهنم هم اینجوری به صورت وسواس گونه به صورت فیلم پلی میشه همیشه. شما چند سالتونه عزیز؟ من 34 سالمه. از کجا تلفن میکنید؟ ایران. به من بفرمایید که فرزند چندم خانواده اید؟ من از 5 فرزند فرزند چهارمم. به من بفرمایید چی خوندید، چه میکنید؟ من دیپلم هستم، ولی خب الان دانشجو هستم، یعنی آخرین مدرکم دیپلمه. پیوسته است به خاطر این. خب ولی چی دارید میخونید؟ من روانشناسی. و اون وقت در روانشناسی هستم. به من بفرمایید زمینه استراب و استرس و وسواس و یا افسردگی خشم چقدر خانواده پدری و مادریتون بوده و هست؟ افسردگی و وسواس از سمت پدری دارم و استراب و افسردگی هم از سمت مادری دارم. پس تمام ارث خوبشون رو از دو طرف به شما رایگان در اختیارتون گذاشتن و بهتون دادن دیگه. خب پس بنابراین شما یه زمینه ارثی دارید. حالا به من بگید ماجرای خودتون استراب و ایناتون رو چوری تعریف میکنید؟ مقصودتون چه چیزهایی شما رو نگران میکنه، ناراحت میکنه؟ بعد در جهت اون افکاری که به ذهنتون میاد هر جور دلتون میخواد خودتون یه توضیح بفرمایید. بله، من استرابم که خیلی شدیده و خیلی موقع ها بی دلیل این اتفاق میفته توی حالت شکمم و اینها احساسش میکنم و وقتی که تنها هستم زیاد این اتفاق میفته. خیلی ترس از تنهایی دارم، این که تنها بشم و اون افکارم این که نه آخه سب کنیم ببینم این که ترس از تنهایی دارم تنها بشم، یعنی آخه ببینید یه تنهایی نه، من میخوام حالتون توصیف کنید. این که شما اولا این که همینجوری ناراحتید که اسم اون اونقدر استراب نیست که نگرانیه، چون استراب یعنی موضوعی دارم، یه موضوعی از کار بیکار بشم، یه موضوعی هست که مریض بشم. من چرا گفتم توضیح به من بدید؟ برای که انواع این موضوع مهمه. ما نگرانیم، مضطربیم، فوبیا داریم، هراس داریم، وحشت داریم، یعنی اینا با هم یه تفاوتی دارن. و بعدم براش چی کار میکنید؟ این که الان فرض کنید شما میگید که من برخی از وقت تو دلم ناراحتم، من نمیدونم مثلا دل درده، دل پیچه است، کیه، چه زمانی هست، یه کمی توضیح بدید 3-4 دقیقه که اقلا من بدونم چه خبر است. بفرمایید. ببینید دکتر، من وقتی تنها میشم معمولا که همیشه وقتی که تنها هستم توی خونه این حالت میاد سراغم و همون حالت دلشوره یا خیلی استرابی حالا شدید من میگم. حالا چون روان پزشکم رفتم گفتم که استراب شدید داری و قرص سرترالین به من دادم، 2150 الان مصرف میکنم، اما یه کمی تاثیر داشته. اما هنوز این حالته هست وقتی که توی تنهایی توی یعنی نمی ترسم از این که تنها توی خونه هستم، فقط از این ترس دارم که رها بشم، از این رها شدگی می ترسم. آخر یعنی چی رها بشید عزیزم؟ نه ببینید، شما مرد 34 سال هستید، کجا رها بشید؟ کجا گم بشید؟ کی شما رو بدزده؟ چه بلایی بیاد سرتون؟ یه ذره به این فکر کنید من تنها بشم. اولا تنها نشید، هیچ وقت خونه تنها نمونید، وقتی بقیه رفتن شما باشون برید. ولی حالا بیاد فرض رو بگیریم، آقا دنبالش رو باید گرفت. شما که نمیتونید یه ذهن بچه 2-3 ساله رو داشته باشه، شما 34 سالتونه. صحبتی که شما دارید این که من چی میشه رها بشم، کجا رها بشم؟ من مثلا فرض کنید یه چرخ اتومبیلم که رها بشم، که اتومبیل مثلا
چپ بشه منم یه چپ رم. این جمله هایی که میگید میخوام ببینم معناش برای شما چی عزیز. نگاه کنید، من اول اینو عرض کنم خدمتتون که 15 سال ازدواج کردم و خانومم حالا به صورت‌های مختلف، حالا به نفرات مختلف در واقع بهش خیانت کردم و ایشون دیگه میخوان منو ول کنن. و اینکه من همیشه از این ولشدگی میترسیدم، از این که من الان مادرم تا زمانی که توی حالا بچگی بودم مادرم منو رها نکنه و الان هم همین انتقال دادم همین رو به خانومم که خانومم منو رها نکنه و بره. و اینکه این حاله همون احساسی که من فکر میکنم الان خانومم میخواد منو رها کنه بره، این حاله شدیداً منو به هم میریزه این فکره. حالا دو تا سوال نه نصب کنید همینجا. اولا شما یکی دارید او رو رها میکنید تو میرید تا او شما رو رها کنه، شما نیستی با روابطتون این کار کرد. تو هم شما اگر یه همسری دارید که براتون مهمه که باشه، چرا سراغ دیگران میرید؟ من قبلا دکتر زمانی که حالا بحثی میشد دعوایی میشد، حالا از این خونه خودمون میرفتم حالا یه جای دیگه مال خودم بود، اونجا میرفتم اونجا میموندم تنها بودم، من این گوشی رو برمیداشتم طوری به دیگرون حالا چت میکردم و با جنس مخالف حالا چیزهای مختلف که حتی نمیشناختم صحبت میکردم و این من رو یکم آروم میکرد. بعد این گسترده شد، حالا قرار حضوری شد و دیگه به هر حال یه چیزهای دیگه شد و خانومم فهمید و من فقط توی اون حالتها که توی قهر و دعوا و این چیزا که بودیم این اتفاقا می افتاد. بعد الان دیگه خانومم فهمیده، کلن شرایط ریخته به هم، یعنی من کلن نمیخواستم خانومم رو رها کنم یا ایشون رها بشن، ولی خب این حالات و اون شرایط که اتفاق می افتاد من کلن می ریختم به هم و این اتفاقا می افتاد ناخواسته، حالا خواسته بوده ولی خب نمی فهمیدم. به من بگید شما چند ساله گفتید ازدواج کردید؟ 15 ساله. یعنی وقتی 19 سالتون بود شما ازدواج کردی؟ آره. هم همسرتون از شما چند سال کوچیک‌ترن؟ همسرم هم بزرگترن، 6 سال بزرگترن. شما در سن حدود 20 سالگی با یه دختر خانم 26 ساله ازدواج کردی؟ بله. فرزندی از این ازدواج دارید یا ندارید؟ نداریم، ولی ایشون یه ازدواج قبلی داشتن که یه دختر از ازدواج قبلیشون دارن. اون دختر چند سالشه؟ اون دختر با کی زندگی میکنه؟ اونم الان ایران نیستن، رفتن کانادا و اونجا پیش خانواده مادرشون زندگی میکنن. همسرتون شغل و کارشون چیه؟ ایشون هم دبیر ادبیات هستن توی دبیرستان. شما خودتون چی؟ منم مغازه دارم آزاد، نمایشگاه اتومبیل دارم. اون مدارشون، ولی آخر لغت همه که به کار بردید معنیش نیست که هر دوتا یه شغل رو داریم. با هم روانشناسی هم میخونیم، یعنی ایشون هم الان پیمکه روانشناسی هم میخونیم. چرا نخواستید صاحب فرزندی بشید؟ خب همون موقع توافق کردیم اون اوایل اینکه ما یه دختر هست و دیگه ایشون دختر داشتن، دیگه منم ایشون رو به فرزند خودم مثل فرزند خودم میدونستم. بعد دیگه توافق کردیم که دیگه فرزندی نیاد، حالا دوست داشتیم ایشون رو. خب داستان افکار جنسی که سراغ شما میاد از چه نوعه؟ یا خیالات جنسی؟ به نوع کامل که انگار یه فیلمو داریم نگاه میکنیم، یه فیلم حالا نه، یعنی شما تخیل میکنید که با کسی رابطه جنسی دارید؟ بله، ولی خودم یعنی دست خودم نیست. نه، یعنی شما در ذهنتون یه رابطه ای رو با یه کسی آغاز میکنید و پیش میرید و رابطه جنسی دارید با اون آدم در ذهن و خیالتون؟ بله بله.
آیا تحریک میشید و بعد خود ارضایی هم میکنید یا نه؟ تحریک میشم ولی نه خود ارضایی نمیکنم. خب چه جوری میشه که تموم میشه؟ افکاری که تموم میشه دیگه خود به خود تموم میشه دیگه، حتی اون تحریک از بین میره. و اون وقت فکر کنید آیا آمادگی رابطه با همسرتون رو دارید، بیشتر میشه یا کمتر میشه؟ من فکر میکنم کمتر میشه. یعنی درست مثل کسی است که برای کاری کردی، یعنی مثل کسی است که به هر حال رابطه جنسی داشته حالا تمایل کمتری داره؟ دقیقا بله. حالا این آدمایی که به ذهنتون میاد آدمای آشنای شناخته شده هستن یا نه غریبه ها هستن یا یه چیزی در یه فیلمی چیزی نه. جای دیده؟ نه شناخته شده هستن. یعنی شما کسانی رو در موردشون خیال رابطه جنسی میکنید از چه نوع هن؟ پرس کنید که سنشون چیه، همکارن، دوستن، فامیلن، تکراری هن، چیه؟ بله بله دوستن، فامیلن، حالا تکراری هن، دوست خانم هم هست مثلا از این قبیل. حالا آیا تصوری که میکنید از اینی که فرض کنید، چون مهمه که میان مثلا یه جایی هستید بعد از این مدتی پرس کنید لباساتون رو بیرون میارید، یا اینکه نه از آغاز رابطه جنسی به نوعی آغاز میشه؟ نه همون اونم یعنی دوتاش هست دکتر، این دوتاشو که فرمودید تو چیزهای مختلف هست. آیا ممکنه یک کسی باشه که مثلا سن 60-70 سالم باشه به ذهنتون بیارید؟ نه معمولا گروه سنی چه سنی هستن؟ هم سن خودم. به شما تو این گونه موارد هیچ که با وجودی که به نوعی تحریک شدید علاقه به خود ارضایی ندارید؟ نه اصلا. چرا این کار رو نمی کنید؟ یعنی فکر کنید عیب و ایراد این کار چیه؟ خب اصلا کلن من از همون دوران تینیجری خورده تو دوران بلوغ این عمل بوده خود ارضاییه، بعد که دیگه اصلا کلن انجام ندادم. و چرا فکر چی عزیز؟ آشنا نیست انگار برا، مثلا یه چیزی اول اون موقع تو اون سن گناه میدونستیم و حالا یه جوری بود که از تو مدرسه آموزش داده بودن، توی خونه حالا هر چیزی در موردش بدی گفته بودن و ما هم بد میدونستیم و دیگه کلا انجام نمیدادن و الان هم همون جوریه، نه که گناه و اینا بدونم، کلا تو فکرش نیستم. چون ببینید این موضوع مسئله مهمیه که شما چرا به اونجا تحریک میشید، ارضا نمیشید، بعدم شما در حالی که یه خود ارضایی رو را با توجه به حرفایی که زدن که خالی و بیمعنی هم از گناه میدونید، بعد رابطه با آدم ها رو به صورت واقعیش انجام میدید. چون ببینید این مثل این که آدم حاضر نباشه 5 رو قبول کنه ولی 10 رو قبول کنه یا 20 رو. حالا بذارید ما پیام‌ها رو بشنویم و برگردیم، هر جور دلتون میخواد موضوع رو یا مسئله رو مطرح کنید یا پرسشتون رو که ببینیم به جایی میرسیم یا. آقای دکتر ببینید این افکار جنسی خیلی منو اذیت میکنن و همیشه چرا اذیت میشه؟ نه سب کنید چرا اذیت میکنید؟ سیستم بیاد فرض رو بر این بگیریم. شما اگر من میگفتید من کابوس میبینم و از خواب میپرم و وحشت زدم و چه، شما یه تصوری درباره رابطه جنسی با یک کسی میکنید که من نمیدونم چه مدتی طول میکشه، اونم در اشتراکی که تنها هستید، چرا اذیتتون میکنه؟ بله خب نگاه کنید من نمیخوام بهش فکر کنم، چون که مثل حالت دیگه بس بازگونه شده، یه چیزی که اتوماتیک بار خودش اصلا اینو پلی میکنه. نه من حرفی ندارم، نه من میگم چرا فکر کنید اذیتتون میکنه. شما چیزی که ازش به یک اعتبار لذت میبرید، خوشتون میاد، تحریک میشه، چرا ناراحتتون میکنه؟ خب الان دیگه خوشم نمیاد و از موقعی که این قرص رو میخورم دیگه ترفندی حالا اون دکتر یادم دادن گفتن استاپ بده بهش و دیگه نذار بیاد و منم استاپ میدم، جلوشو میگیرم، این دور دارم باهاش حالا مبارزه میکنم، ولی خب اینه که
میدونید میخوام به عمل باز تبدیل نشه، یعنی از قبلم این اتفاق میافتاد، بعد اومدم به عمل تبدیلش کردم، الان دیگه میخوام این اتفاق نیفته. خب آخه پروسه یا فرایند حس و احساس یا تخیل با عمل متفاوته، اون در انتخاب. حالا بذارید سوال کنم، شما گفتید که فرزند چهارمی از پنجم، درسته؟ دقیقاً. میشه من بگید اون ستایی که از شما بزرگترن پسرن یا دخترن و آخری و چه سنی فاصله سنی با شما دارن؟ دو تاشون پسرن، یه دونه دختر بزرگتر و یه دونه پسر کوچیکتر. کوچیک 6 سال از من کوچیکتره و بزرگا هم خواهرم 2 سال بزرگتره، اون دوتا هم 4 سال و 6 سال. خب البته جایگاه شما مثلا در ارتباط با برادر کوچکترتون موضوع و مسئله شده، یعنی اون زمانی که اون بچه متولد شده و مادر به شیر میداد و اینها، شما اونجا یه مقداری به هم ریختید و احساس ترک شدن و رها شدن داشتید. شما پدر و مادر چه اندازه با هم اشکال و اختلاف داشتن یا نداشتن؟ والا اشکال و اختلاف نه، کم داشتن، ولی خب به جر و بحث و دعوا بین بچه ها تو خونه همیشه بود. خونه آشفته داشتیم، ولی خب پدرم که نبود کلن خونه سر کار می رفتن، وقتی هم می اومدن خونه می خوابیدن، حالا سری اصلا وقت نمی داشتن. و اینکه مادرم هم که کلن بگو عزیز بگو کلن اینو میخواستم بگم که دو تا فرزندم بعد از من تو این فاصله 6 سال فوت شدن، همون کوچیک دنیا اومدن فوت شدن. یعنی مادر با وجود داشتن 5 تا فرزند، 6 و 7 هم آورد؟ بله، اون دوتا رو هم آوردن و اون دوتا فوت شدن. بعد اون داداش کوچیکم اومد که من موندگار شد. و اینکه اونا چرا فوت شدن عزیز؟ اون دوتا چرا فوت شدن؟ نمیدونم، میگن مریض شدن. من هرچی پرسیدم هیچ وقت سوال درستی نگرفتم. خب آخه شما مسئله این ترک شدن و ترس و وحشتتون از اینکه رها بشید و ترک بشید و تنها بشید برمیگرده به اون اتفاقات دوران کودکیتون، مال بزرگ سالیتون نیست. به من بفرمایید که همسرتون واقعا چقدر به شما از نظر احساسی نزدیکن، یا با هم میتونید گفتگو کنید یا نه گفتگوتون بعد از این مدت کوتاهی به اختلاف و دعوا کشته میشه؟ چه نوع رابطه‌ای بین شما و همسرتون است؟ از نظر احساسی الان هیچی هست دکتر. اصلا میگن که کلن بدم میاد ازت، اصلا نفرت دارم ازت. فقط به من کمک کردن که حالا دکتر برم، یعنی دکتر رو پیدا کردن، معرفی کردن، همراهم اومدن، رفتیم با هم اومدیم، فقط به عنوان یک همراه کمک کردن. به عنوان خودشون میگن به عنوان یک انسان فقط میتونم کمکت کنم، یعنی هیچ حس و چیزی نیست، احساسی نیست این وسط. رابطه جنسی خودتون رابطه جنسی دارید با هم؟ رابطه جنسی داریم ولی کم، مثلا در هفته و ماه چند دفعه از ظرف 2 سال اخیر؟ ظرف 2 سال اخیر دقیقا آخرین خیانت که کردم همون 1.5 سال تقریبا، 1.8 سال پیش بود که تو این مدت خیلی به هم ریخت. ولی خب تقریبا ماهی 5-6 بار. حالا سوال من این است که ایشون چرا با وجود این خیانت ها موندن؟ یعنی اگر یکی بهشون بگه چرا تو این رابطه همچنان موندید چی میگن عزیز؟ خب برای این که منتظرن که برن، میخوان برن پیش دخترشون. آیا شما نمیخواستید بچه دار بشید یا ایشون یا هر دو؟ هر دو توافق داشتیم با هم. آخه در سن و سالی که با هم ازدواج کردید، مثلا شما 20 بودید اون 26، اون موقع توافق کردید که بچه دار نشید؟ چون ایشون یه دختری داشتن. دخترشون 8 سالشون بود، گفتن من دیگه بچه نمیخوام. منم با همین نظر موافق بودم و گفتم من اصلا بچه رو دوست ندارم.
کلن همین دختری رو که دارید عالیه دیگه، همین فرزندمونه. اوکی. شما چقدر از نظر صبح تا شب انرژی دارید تو توان انجام کارا رو دارید، یا اینکه پایین و بالا میدید، یا اینکه اصولا خسته اید؟ من اصولا خسته هستم. الان این قرص سرسرالین که میخورم یه خورده انرژی خیلی بهتر شده، ولی خب در کل تو زندگی اصلا انرژی نداشتم، خسته بودم و بالا و پایین هم داشتم. خب دکتری که رفتید نظرشون فقط استراب و وسواس بود یا چیز دیگری هم بود؟ استراب و وسواس بود، ولی خب پیش یک آقای روانشناس، دکتر روانشناس رفتیم، اوشون یه تست گرفتن. تو تستشون یه چند تا صفت بود از بوردن لاین. خب اونو میشه حد زد، یعنی اون زمینه های مقدار به بوردن لاین پرسونال دیسوردر، یعنی شخصیت مرزی و مرزی و ناپایدار. تلفنتون قطع شد. الو، صداتون رو دارم آقای دکتر. ما صدای شما رو نداشتیم، یعنی به شما گفتن که احتمال داره اختلال شخصیتی بوردرلاین داشته باشید، مرزی و مرزی و ناپایدار. شما از صفتاشو دارید دیگه، غیر از اون چی؟ آیا هیستریانیک و هیجانی نمایشی هم گفتن یا نه؟ اونا رو نه، اونا رو نگفتن، فقط همین دوتا رو ریسک کردن. آره. و بعد پیشنهادشون این بود که شما با خوردن این قرص آیا به یه نتیجه مطلوبی میرسید یا نه، یا انتظار دارن که قرص دیگه، داروی دیگه بدن و یا کارهای دیگه بکنید؟ بهتون هیچ پیشنهادی کردن برای این موضوع؟ بالا گفتن رفتار درمانی رو انجام بدم، با روانکاو صحبت کنم، ولی خب این قرص فقط برای استراب بهم دادن، برای اون موضوع هیچ اقدامی انجام نشده. پزشکتون مرد هستن روان پزشکتون یا زن؟ هم روان پزشکم و هم روان شناسم، جفتشون مرد هستن. آکه اون وقت روان شناس. آره نه اون که درستش هم همین، روان شناستون نظرشون درباره شما چی؟ اولا چند جلسه روانکاو یا روان شناستون رو دیدید؟ روانکاو من الان تقریبا 14 جلسه است، فقط دارم گوش میدن الان حرفامو. همین جوری میگن روش کار اینه که من صحبت کنم و شون گوش بدن، حالا یه جایی هم مداخله میکنن، ولی خب من قبلا با روانشناسای دیگه صحبت کردم اینجوری نبود، فقط اونا صحبت میکردن، اصلا پس میکردن منو. این الان خوبه، بهتر از اوناست به نظرم، نظر خودم. خودتون چقدر فکر میکنید کمک حالا دارویی تو متوجه شدم، ولی کمک روانشناستون از نظر اینکه شما حرف بزنید بهتون کم کمک کرده یا کمک بسیاری کرده؟ نه کم. اوکی، به من بگید چی فهمی فایده این کار چی بوده، این گفتگو، این بازگو کردن ها شما رو به چه نتیجه رسونده، یا ایشون ازش اینگونه که میگید که هنوز نتیجه ای نگرفته، شما فکر میکنید که به کجا خودتون رسید؟ چون ببینید عزیز، من برخی از اوقات اصلا کار حالا روان درمانی از طریق سایکوآنالیزم که به عنوان شاید خود روانکاوی هم بشه شناختش، خب یه دفعه طرف متوجه میشه که اصلا حواسش به این نبوده که مثلا از پدرش متنفره، یا متوجه نبوده که مثلا در کودکیش یه ارتباطات جنسی هم با جنس موافق داشته، یعنی یک کشف و درک تازه‌ای یا یه یاداوری از یه موضوع و مسئله بوده. با توجه به تعداد جلساتی که داشتید هیچ چیز تازه‌ای براتون مطرح شده، درکی، کشفی به خاطر آوردن موضوعی؟ بله بله، من یادم اومد که تو بچگی به این تجاوز شده و حالا نه در به صورت کامل، ولی خب در چه سنی بودید عزیز؟ زیر 10 سال بودم، یعنی همون توسط کسی همسن و سال خودتون بوده یا خیلی بزرگتر بوده؟ خیلی بزرگتر. و یک بار بوده یا چند یا چندین بار؟ چندین بار بوده. و یه نفر یا اینکه آدمای متفاوتی بودن؟
دو سه نفر آدم های متفاوت بودن. یا خب ببینید ریشه مسئله اونجاست، یعنی خوشبختانه روانشناستون میتونه تو اون زمینه کمک کنه، چون اینا از اونجا میاند عزیز، یعنی اینا ریشه هاش برمیگرده به حوادث و اتفاقات و تعرضی که از نظر جنسی شما در اون دوران داشتید. به هر حال اونو ادامه بدید، فکر میکنم که ترکیب روانپزشک و روانشناستون میتونه شما رو به یه جایی برسونه. حالا ببینید چه میکنید. البته من در این وسط نقشی اون گونه نمیتونم داشته باشم، برای اونا همه اطلاعات دارن، فرصت ها رو دارن و امکان بحث رو دارن. لطفا حتما ادامه بدید، اگر هفته یه دفعه پرو روانشناس رو بید بکنید، هفته دو دفعه سه دفعه اگر امکانش رو دارید، و این رو یه ذره تندتر پیش ببرید برای که به نتیجه برسید. بعدم اگر مسئله بود بیار روی خط. من متاسفانه الان به آخر وقتم رسیدم و باید برنامه رو تحویل بدم، ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. خیلی لطف کردید آقای دکتر، ممنون از برنامه‌ایتون و اینکه من دوباره تماس می‌گیرم. اگر خواستید لطفاً. خواهش می‌کنم.